باز انشاءالله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه باقی مانده سوال های شما را من جواب گویم و باز سوال هایی که تا این زمان به من میرسد انشاءالله برای اینهاشم برای شما جواب میگردانم. خداوند همه شما را نگهبان باشد. و امروز بسیاری خواهرها و برادرها و مادرهایی که از این تاجیکستان من در زنگ میزنن میگن که در حق فرزندامون دعا کن که در غریبی هن و مردم مقصد در یک حالتی بسیار ترسن که مبادای فرزنداشون مبتلای این بیماری نشوند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که الله مهربان تمام این فرزندای ما را، تمام مردم ما را در حفظ امانش نگهبان باشد، از این دردها خدا نجاتشون دهد. بازم تاکید میکنم برادرایی که علی خصوص در این ماه مبارک شما برادراتون را دستگیری میکنین، از مالهای زکاتون اونها را تامین میکنین، خدا باز هم مالهاتون را زیاد گردانه، باز هم در پناه رحمت عصمتش نگهبانتون باشد. و همچنان شما هم دعا کنین که خدای مهربان این تاجیکستان عزیز ما را هم که چقدر باور کنین زیباگی ها، چقدر انشاءالله خوبی ها روز به روز در این ملک ما زیاد شدیسته، خدا هم باز هم از این در زیاد گردان. خب نفری گفتن که اگر من سهوان روزه رو میخرم از یادش می براید و خو میخرد، خو می نوشد، خو حتی بازنش هم خوابگی میکنند، بعدن میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است، شما دوام روزه هم روزه بداره، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدن نشدن، همه اینها سهوان یا با فراموشی شدگیان. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خورک میکنیم و بعد سحر خورک خواب میکنیم، همین حالت ده یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا شیطان مقصد فندش کرد، گفتگی با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خیستین این حالت هم که باشد برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علاقه معروف و مشهور است، خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یارده می شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین مونم حجامه می کردن، برای من یگان باکی ندارد. دیگر سوال کردن گفتن که اگر ما در حالتی روزدار بودیم و یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همو بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه را دوام دید؟ نه، اینها نمیتوند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزدی الله مهربان بخشیده شده است، اگر 3 روز کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد او را در شریعت استحاضه میگن، دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونه، ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین هم روزه هاتون حساب نمیخرد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نماز هاتون از گردنتون ساقط است. سوال دیگری که آمدن گفتن در چشم دارو چکاندن، در چشم دارو چکاندن برادر و خواهرای عزیز روزه را نمیشکند. این را مقصد هم مانندی سرما گفتن، اگر هر کسی که در این ماه مبارک
سرمه میکند ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمون است. پیامبرمون هم در چشمش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنن یعنی اون سرمه را که زنها در چشمشون میمونن که از ظاهر از بیرون هم نمایان است این طریق برای مردها نیست. سرمه ای که مردها میکنن از داخلی مقصد همون پلک های چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشمم و این مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی انا هر کسی که دارو میچکاند میگرد مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش حتی دهن مونه اگر رنگش به دهن مونم که بیاید وای روزه ما را نمیشکنند. انا همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علمی اناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد همون دارویی که در گوش میچکنند وای هم روزه را نمیشکنند. لیکن پرده اگر شکافته باشد شکاف شدگی باشد همونجا دارو به حلق رفتن امکان دارد. لیکن همین جمع دیدن در کار اگر به شرطی که همون دارو مقداری باشد که دیگر به معده را نرود همونش هم برادرای عزیز روزه را نمیشکنند. آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دل شراب می شود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش می شورد می گرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید یعنی اونقدر پرتفت که دهنش پرشید یا از او در بیشتر پرتفت از مثال خودش خودش مجبور نکرده باشد روزش نمی شکند. لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش می شکند، مقصد در یک روز روزه می گیرد. قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش روزش علکه می شکنند. خب اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال دویم هجرت بود، دویم سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 ماه میگد انا این روزه بر جمعی مسلمان ها فرض شد. اولین روزه را که مسلمان ها گرفتن برادران عزیز و گرامی این به 26 ماه فورالی 624 میلادی که روز یک شنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود که انا پیامبرمون تا آخری عمرش 9 بار روزه گرفتن، یعنی همین بعد 9 بار روزه گرفتن حضرت دیگر عمرشون به 63 رسید و از دنیا گذشتن. همین 9 سال روزه داشتنش 5 سال او 5 سال همین 29 روزی گرفتگی است و 4 سال همین را 30 روزی گرفتگی است. خب سوال دیگر دم میگذاریم. انا در همین ماه رمضان سوال دادن که خوردن تخم یا اکرچکا یا کلبسه یا رالتون، خب انا آیا همین ها مقصد درست است یا نادرست است؟ البته درستند. هر چیزی که اگر حلال باشد یگان باکی ندارد، اینها را خوردنشان البته به البته جایز و درست است. انا بسیاری از برادرها مقصد درباره همین رالتون میگن یا درباره کلبسه ها میگن، اصلا برادرای عزیز اون چیزی که گویم برای ما اعتبار دارد همون ترکیبات همون هست. در ترکیبات چون در سستوشون اگر یگان چیزی از حرام از شبهه چیزی نباشد وای مقصد اجازت است که ما او را تناول کنیم. شما یک مثال مقصد همین بازار گوشت فروشی میرین، گوشت خری میرین، در همونجا مقصد مردم در پیشش گوشت های تیار دارن. ما چی میدانیم که همین گوشتی را که همین انسان میفروشد همین مقصد از کدام با کدام راه کشته شده است؟ یا همین گوشت گوشتی مقصد حلال است حرام است؟ ما نمیدانیم. ما همون وقت برای ما اعتبار است که همون گوشت فروش میگد که مقصد من مسلمانم یا میگد همین گوشتی که هست البته حلال است. سخن همو برای ما اعتبار است. از این لحاظ خوردن اینها هم
اگر آنچه را پیشتر گفتم از زمین ها اگر خالی باشد هیچ باکی ندارد. یک نفری سوال کردن که مقصد آیا همین عقیده شیعه ها را می شود که ما درست گوییم، یعنی نفرهایی که پیروی از اهل تشیع میکنن یا اینکه عقیده اهل تشیع را قبول دارن، آیا می شود که ما همین را درست گوییم؟ البته برادران عزیز این نمی شود و عقیده اهل سنت و الجماعه از عقیده اهل تشیع گویم بین زمین و آسمان فرق دارد. از این لحاظ هیچ وقت ما برادر و خواهرای عزیز توصیه ما گوییم این است که هیچگاه از این عقیده شما پیروی نکنید. هیچگاه اگر شما خواهید که پیامبر نازنین از شما راضی باشد، الله مهربان از شما راضی باشد، همین راهی را که ما انتخاب کردیم، عقیده اهل سنت و الجماعه، خب چی حنفی باشد، چی مالکی باشد، چی حنبلی باشد، چی شافعی باشد، خب اینها خواهرها و برادرای عزیز همه عقیده هستند که از قرآن و از حدیث جمع آوری شدند. زین لحاظ من شما را علل خصوص مردم تاجیکستان که من هر گاهی سفرهای بیرونم داشتم درونم داشتم، دائم توصیه‌ام همین است، از پیروی مذهب امام ابو حنیفه هیچگاه یگان وجبم بیرون نشوید. ان شاء الله همین امام شافعی، همین امام احمد حنبل، همین امام مالک، همه اینها برادرای عزیز و گرامی دوستدارهای امام ابو حنیفه بودند. اینها حتی خودشان در علم، در تقوا دائم پایانتر از ابو حنیفه نشان میدادند. زین خاطر من به خاطر آن که نه که من تعصب داشته باشم، به خاطر آن که خود عزیزا و بزرگا خود قائلم که ما در فهمیش و در علم و در تقوا و در همه جهت از ابو حنیفه ما پایانتر هستیم. این بزرگی اونها را نشان میداد. زین لحاظ پیروی از این مذاهب چهارگانه برادرای عزیز بی‌نهایت خوبتر و بهتر و لازمتر و درکارتر است. هیچگاه از این عقیده پیروی نه. من زمانهای خطیب بودم برادرای عزیز، حتی در کلاب در همون منبری که می نشستم می آمدم گاه گاه در زیرش مکتوب ها می افتم. در مکتوب وقتی که من از ابوبکر و عمر و عثمان و از ابو هریره و از اینا وقتی تعریف میکردم، توصیف میکردم، در همون کاغذها در نسبت همین بزرگا حقارت ها می نوشتم که مقصد من اون را خانم و طبیعت و مقصد خیره شود. لیکن طبیعت من خیره نمی شد، بلکه من پناه طلب میکردم و با مردم میفهموندم که دادرای عزیز این راه را انتخاب نکنید که شما در راه کفر زلالت رفتیستید. از این لحاظ حتی در روسیه هم که بودم ما با یک اهل شیعه هم بحث و مناظره شدیم. حتی دیدم که در اونجا هم از همین تاجیکای ما، ولی بعضی هاش در زندان هم، از همین تاجیکای ما رفته در همونجا مردم هم ترغیب و تشویقی با شیعه کردگی هم. از این لحاظ از تاجیکا علال خصوص بسیار خواهش دارم در همون مکتب ها، علال خصوص مکتب هایی که در تهران و در قوم و در دیگر منطقه‌هایی که هستند، حتی عالم داریم در همین تاجیکستان حاضر زنده و حیات است که خودش میگد که من نفرهای را در همون شهرها هم صحبت شدم که اونها گفتن که ما اکرام عقیده را قبول کردیم و لیکن تاجیکستان که رفتیم همین عقیده ما را پوشیده نگه می‌داریم، یعنی این را ما آشکار نمی‌کنیم که ما همین خیر عقیده داریم. این عالم با شنیدگی من میگه من گفتم که این عقیده را باید شما نمیگرفتین و حتی در تاجیکستان هم که باشین این عقیده را پوشیده نگه ندارین، بلکه از این عقیده بیزار باشین. شما همون عقیده امام ابو حنیفه را بگیرین. زین لحاظ هر کسی که در این اعتقاد هست، من همچه یک برادری مسلمان، من همچه یک فهمیش و درکی را که از قرآن از حدیث کردم برای شما مراجعتم همین است که داخل نشوین در این عقیده و در این راه که شما فردای قیامت
البته به البته پشیمان میشوی، زیرا این راه بسیار راه خطرناک است. راهی هست که فقط یک مذهبی هست که یک راهی هست که فقط حقارت میکنی، فقط باید تو در داخل حقارت باشی. زندی هاست یک مذهبی ساخته است. این اصل شگیری اگر همون عبدالله ابن سبای یهودی گویم سازگار و تشکیل کننده ای انا همین عقیده اهل تشیع هستند. من در این بابت سخنهای زیاد دارم، ولی این قدر گفتنیم که برادرها و خواهرای عزیز هیچگاه فرزندار اهمیت این که این راه را قبول نداشته باشند. دیگر مراجعت من به دیگر مردمی که مثال خداشونه وهابی میگن یا سلفی میگن یا ترغیبی میگن یا تشویقی میگن یا مقصد اخوانی میگن یا هر چیزی که میگن، برادرای عزیز و گرامی، هدف شما اگر الله را شناختن باشد، هدف شما اگر پیروی از سنت پیامبر باشد، هدف شما اگر مسلمان زیستن باشد، ان شاء الله از همین راه مذهب ابو حنیفه به همه همین خوبی ها ما و شما میرسیم. الله مهربان شما را توفیق دهد، زیرا که من در این بابت تاکید ان شاء الله فکر میکنم که همینش برای شما کفایت میکند. اینجا در باز چندین سوال های دیگر هم انا برای ما آمده است، لیکن میخواهم باز ان شاء الله برای شما در هفته های آینده، یعنی ارادم همین است که باز در همین جمعه که در پیش آمده ایستاده است، همین ساعت 9 با وقت دوشنبه، باقی مانده سوال های شما را من جواب گویم و باز سوال هایی که تا این زمان به من میرسد ان شاء الله برای اینهاش هم برای شما جواب میگردانم. خداوند همه شما را نگهبان باشد. و امروز بسیاری خواهرها و برادرها و مادرهایی که از این تاجیکستان هم من در زنگ میزنن میگن که در حق فرزندامون دعا کن که در غریبی هن، و مردم مقصد در یک حالتی بسیار ترسن که مبادای فرزنداشون مبتلای این بیماری نشوند. خدای مهربان ما دعا میکنیم که الله مهربان تمامی این فرزندای ما را، تمامی مردم ما را در حفظ امانش نگهبان باشد، از این دردها خدا نجات چون تید. بازم تاکید میکنم برادرهایی که علی خصوص در این ماه مبارک شما برادراتون را دستگیری میکنین، از مالهای زکاتون اونها را تامین میکنین، خدا باز هم مالهاتون را زیاد گردانه، باز هم در پناه رحمت اسمتش نگهبانتون باشد. و همچنان شما هم دعا کنین که خدای مهربان این تاجیکستان عزیز ما را هم که چقدر باور کنین زیباگی ها، چقدر ان شاء الله خوبی ها روز به روز در این ملک ما زیاد چیدیسای، خدا هم باز هم از این ده زیاد گردانه و این رهبر ما را و این نفرهایی که در آبادی این دولت، در پیشروی این دولت برای بهبود این مردم خیلی خیلی باور کنین چاره جویی ها میکنن تا که این مردم از همین مشکلات باشد، سختی باشد خلاص شوند. خداوند همیشه در پناه رحمت اسمتش نگهبانشون باشد. خداوند همیشه این ملک ما را همین حاضر آرامی و تینجه که بهترین نعمت است که ما را فرا گرفته است که آزادانه برادران عزیز در خانه یک دیگر میریم میشینیم صحبت هامون را میکنیم، همچنان مقصد در بیرون ها آزاد میگردیم، شکر الله مهربان را میکنیم که خدا این نعمت شد در ما برقرار و بردوام نگه دارد و خدای مهربان ایمان هامون را کامل کند، محبت و اخلاص هامون را به دین خدا باز زیاد کند و این توفیق ماه مبارک روزه داشتن شد بر یکا یکی ما و شما نصیب گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ooh.